فیری سای ترکیه موین سایوای وزارت ترانسپورت و هوانوردی، همکارای رسانه ها، همکارای میدان هوایی کابل، رئیس میدان هوایی کابل، مهمانان گرامی، خوش آمدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قسمی که سفیر صاحب فرمودند، روابط هوانوردی یا راه هوایی، پل هوایی بین کشور جمهوری اسلامی ترکیه و امارت اسلامی افغانستان یک بار دیگر به ما اطمینان داد که کشور جمهوری اسلامی ترکیه و مردم ترکیه در همه حالات پهلوی مردم افغانستان هستند. ما از تمام تلاش های آقای سفیر صاحب و رهبری کشور اسلامی ترکیه متشکریم و ممنونیم. و همچنان جای شکر است، شکر بسیار بزرگ خداوند است که بعد از 3 سال تلاش هایی که رهبری وزارت ترانسپورت و هوانوردی، رهبری مردم ترکیه، همچنان رهبری امارت اسلامی افغانستان تلاش داشتند تا به این نتیجه برسیم و به مردم همیشه تعهد می دادیم که ما تلاش داریم که میدان هوایی بین المللی کابل و هوانوردی افغانستان دوباره به یک حالت استاندارد و معیاری خود انشالله برمیگرده. رفت آمد هوایی از لحاظ کلتوری، اقتصادی و فرهنگی بر روابط هر دو کشور تأثیرات مستقیم و مهم خود را خواهد گذاشت و انشالله که روابط تجاری، فرهنگی و سیاسی بین مردم های دو کشور از همین امروز رو به بهبود خواهد یافت و پیشرفت خواهد کرد. همچنان یک خوشخبری بسیار خوب برای افغان هایی است که در بیرون از کشور، در کشورهای اروپایی و امریکایی مهاجر هستند و مجبور میشن که رفت آمدهای به کشور خود جهت بازدید از فامیلای خود داشته باشند، که قبلا این برادرها با ما ارتباطاتی داشتن و مشکلات عظیمی در بخش سفرشان داشتن، خصوصا بکس های سفرشان در راه یا مفقود میشد یا در یکی از میدان ها بدون سرنوشت میمان و یا هم قیمت های تیکت ها در مارکت بعضی وقت آنقدر بلند میره که مردم عادی نمیتونه از آن استفاده کنه. رفت آمد تیارات مدرن یک شرکت بسیار مهم دنیا، شرکت ترکیش ایرلاین، هم زمینه یک مسابقه بسیار مشروعی را بین ایرلاین های داخلی و خارجی ایجاد میکنه و هم یک سهولت بسیار معیاری را به تمام مسافرینی که از افغانستان به کشورهای اروپایی و غربی سفر میکنن و یا از کشورهای غربی به افغانستان میاین، یک سهولت بسیار بهتر و خوبتری را به میان میارن که ما همیشه تلاش خواهد کردیم که از تمام خدمات معیاری که طوری که پیشتر جناب رئیس میدان هوایی کابل فرمودن به تمام ایرلاین های بین المللی و من جمله ترکیش ایرلاین از حمایتشان دریغ نخواهد کردیم و همیشه مورد حمایت رهبری امارت اسلامی افغانستان قرار خواهد گرفت. همچنان از همین استیج می خواهیم که بانه در شرکت های هوایی بین المللی که هنوز به افغانستان پروازهای خود را آغاز نکردند ولی قبلا رفت آمد داشتند و در این تلاش بودند و هستند، از همین حال برشان اطمینان بتیم که مهمترین و مدرنترین شرکت دنیاوی یعنی ترکیش ایرلاین که به کابل رفت آمد خود را آغاز می کند، انشالله که خدمات میدان هوایی کابل و فضای افغانستان معیاری و مسون شده و هنوز هم خواهد شد و از کلی از اونا دعوت به عمل میاریم تا بیاین به پروازهای خود طبق سابق و یا کشورهایی که جدیدن بخواین به افغانستان پروازهای داشته باشن و رفت آمد داشته باشن
رهبری وزارت ترانسپورت و هوانوردی و امارات اسلامی افغانستان همیشه در خدمت آنها خواهد بودند و خدمات معیاری را ارائه خواهد کردیم تا سهولیت های بهتر به مردم کشورهای منطقه و مردم خود ما انجام داده شود. از خداوند متعال بار بار سپاسگزارم و از خداوند متعال تمنای عزیز دارم که به همه ما توفیق خدمات بهتر را بده. با شما همه صحت و سلامتی می خواهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.